چه خبره؟ خیره ایشالله. ایشالله خدا رو شکر قبل از اینکه شری به پا بشه شریف برگشت زندان. اگه یه روز دیگه بیرون بود کار دست خودت داده بودی. کار دست شریف داده بودم آقا جون. پدر من، یا نباید کاری بکنی یا باید کاری بکنی که مثل یه چک رمزدار باشه. ایوه، هم پرپیمون باشه هم نقد. شما دوتا چرا اینقدر پاپه میشید؟ نه از حرفم میگذرم، شریفم که برگشته زندان، دیگه حرف حسابتون چیه؟ اگه از شرطتون بگذرین دیگه نما نه شما، اگه نره ما میریم. ما حالا کار داریم کجا؟ آره شریف بعد از این شهر بره. مهرپری، مهرپری چرا در قفل کردی مادر؟ آخه این چه کاریه؟ مگه شما یه زندونی نمیخواستین؟ دیگه نگران چی هستین؟ لااقل بیا غذا تو بردار. تو با جان خسته شدی. فکر و خیال شریف تو اون خونه همونم بریده. سلام آسان. سلام آسان. سلام. خدا قوت. بهترین انشالله. الحمدلله بهترم. خدا رو شکر. نمیاد تو با خانم. من همینجوری که باش خانمم قول داده بودم تا جایی که تونستم تلاش خودم رو کردم که بشه، ولی نشد. یعنی اصلا نمیشه، اگه بشه مثل یه معجزه است. خلاصه ببخشید، خیلی هم سخت بود برام گفتنش، من تا دوست نداشتم چشم انتظار باشید. خیلی ممنون آقا سلطان، شما زحمت خودتون رو کشیدین، بزرگی کردین. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ
الذين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين مهمون نمیخوای دختر گلم؟ بشین. ماشاءالله بزرگ شدی ها. شنیدم دیروز خودتو حبس کردی. خیلی ناراحت شدم. اومدیم ملاقات؟ حقا که بچه خودمی. کاش میدونستم چجوری باید بگم. معلم ها همیشه درس میدن، سخته با معلم ها درس دادن. حتی اگه بچه خودت باشه دیگه فرق نمی کن. میگن یه روز یه حکیمی داشت از یه جایی رد میشد و با مریداش سرگذر یه پسری شیطونی میکنه زبونشو در میاره واسه حکیم. حکیم چیزی نمیگه، میذاره میره. مریداش شاکی میشن، ای آقا چیزی نگفتی بهش؟ چرا تنبیهش نکردی؟ حکیم میگه بزرگترین تنبیهی که قرار بود بشه شد. هیچی دیگه میگذره این قضیه. چند وقت بعد پادشاه از اونجا رد میشه. دوباره پسر شیطونه میکنه. زبونشو در میاره. پادشاه دستور میده زبونش از تای حلقش در بیارن. حرف زدن و جروبه از اعصاب میخواد. وگر نه بی خیالی و بی بخاری که دیگه. بابا واقعا فکر میکنی من همون بچه زبون درازم؟ من اگه چیزی بهت میگم، اگه نمیخوام مثل اون حکیم باشم، بخاطر اینکه همه چیز از دهن خودم بشنوی، نه اون بیرون.
عادت از سر دیوار پریدن هنوز از سرت نیفتاده؟ سلام گونم چیه که برداشتی آوردی از سر کار ما را؟ اون دفعه رو گفتی من اشتباه گرفتم. درست؟ دفعه قبلیش رو گفتی که باز دوباره هم اشتباه گرفتم و تقصیر تو نبوده. ببینم تو فکر کردی با چی کاره ایم اینجا؟ ما که شما میبینی سر کار با خدا و نیم باشتو برش باز داشتو با خدا ما بی گونه ایم جنب سر من. الو سلام که چی بشه؟ بیکارم من ننه جانم یه دقیقه بیا ببین خوب شد یا نه. دست درد نکن، خیلی خوب شد. آقا ما همیشه میگفت این کتیبه برکت خونه است. زودتر تمومش کن مادر، چای گذاشتم بیا بخور. دست درد نکنه. چطوری همسایه؟ صحبت بخیر. چرا بی خبر؟ میگفتی گاوی، گوسفندی، چیزی سر میبریدی؟ این کارا واسه مهمون نادر. من که مهمون نیستم. نه اومدنت یه قربونی درست و درمون لازم داره. منتظر باش. کار کنی هم شاگردی یاد گیریم برام چی سلامت. چه خوشخیالیم ما، با دل خجسته نشستیم اینجا ادویه و زردچوبه یه مسخال دو مسخال میکنیم، اون وقت اون پسره الوات رو افتاده تو شهر داره به ریش ما میخنده. بریم کشک بسابیم سنگین تریم. مگه شریف اومده بیرون؟ اون بنده خدا برای نظر باباش اومده، اون با نیت خیر اومده. شرش نکنی نادر. کدوم نظر پدر من؟ اینا همش نقشه است که شما رو نرم کنن. میخوان ما رو بپزن، شرطمون رو برداریم. فکر کردن ساده ایم نمیفهمیم. 7 روز دیگه 28 سفر تموم میشه. میخوان بساط آبقوره گیری را بندازن، شما رو جلو ملت شرمنده کنن. سلام. بابا اومده. چی چی اومده؟ بابا نجی. بابا حقیقتش یه موضوعی هست، یه مدتی میخوام بهتون بگم. گفتم بذار خاک پیروز سرد شه منم فکرام بکنم. بعد خیارتون پوست بگم. خیر ایشالله. خیره. حقیقتش گفتم اگه صلاح میدونید بعد سفر
پدری رو در حقم تمام کنید و برام برین خواستگاری. به سلامتی. خب کی هست؟ دختر سلطان. مهرپری؟ تو اصلا میدونی چی داری میگی؟ خب چه اشکال داره پدر من؟ هر دختری ممکن است 100 تا خواستگار داشته باشه. مگه شما نمیخواستین عروسی منو ببینین؟ دست بردار پسر. این همه دختر تو این شهر، چرا نشون کرده یه شریف؟ یه جوری میگین انگار که عقد کرده بودن. 2 سال پیش دختر رو نشون کرده، تموم شده رفته. الان هم که همه چیز به هم خورده، پس چرا این قضیه رو هی میزنین تو سر من؟ یکی دیگر رو میخوای نقره داغ کنی؟ چرا آبروی من پیر مرد رو میخوای ببری؟ محمد از دست پسرش دق کرد بس نبود، میخوای منم دق بدین؟ دلم خوش بود اقلا تو یکی عاقلی. من هر کاری میکنم برای شادی روح اون خدا بیامرزه. خیلی وقت یه رازو تو دل خودم نگه داشتم، اما حالا که مجبورم کردیم بهتون میگم. اینو بدونین که اون خدا بیامرز دلش پی دختر سلطان بود، میخواست بره خواستگاری که ناکام و جوان مرگ شد. ماه بیبی، اگه شریف به خاطر دختر سلطان پیروزم رو کشته باشه، من خونش رو پایمال کردم. بخششتو با این شک خراب نکن قربانم. من شریف رو مثل پسر نداشته خودم بزرگ کردم، قلبش خیلی پاکه. قربانم و تو محمد برام برادری کردی، منم جای خواهرت. نذارین خانواده از هم پاشیده بشه. من باید برم. خداحافظ. سلام قربانم. سلام مامبی. خوش اومدی پسرم. نوکرتم. بهتری؟ پرتقال میخوری پاره کنم؟ خونه؟ کدوم خونه؟ بابا که خونش نمایشگاهشه، بچه هاشم ماشیناش. شما هم نگران نباشید، دانشگاه هم میرم، درسم هم میخونم، کارم هم داره جور میشه. کار خوبیه، داریم با بچه ها راش میندازیم. پنجاه شبشو بابای خدا بیامرزت با دستای خودش نوشت.
از اول محرم تا اربعین، تا اینکه دستش از دنیا کوتاه شد. ثواب ما بقیش به من رسید، ولی توفیق بیشتر از سه شب نداشتم. حالا مونده 7 شب و 7 آیه. رو چشم ما بی نه نمیخوام جونه من. یه دونه ببین، گوش کن، حالا نمیشه قرار بذاری واسه صبح؟ فردا صبح، چه اشکال داره؟ چند وقته که همش برات عزام ماتم بوده، شال بعد ما از سفر تو شادی میبرم. خیلی خوب، کجا بیام؟ باشه بگو کجا بیام، همونجا میام دیگه. 2 ساعت دیگه؟ باشه، بلدم. خداحافظ. شبتون بخیر، سلامت. شبتون بخیر، زحمت کشیدید. همونجا میرید؟ آره. به سلامت آقای جان. دستگیری رو به روی آشریف خوب آرانم جمع. شبتون بخیر. خوش آمدید. خوبارانه رو جمع کنه بذاره اتاقا بود. چشم اونجا بسلام. شبتون بخیر آقا شریف. ببخشید آقا شرمنده. آقا شریف، این کلیه اتاق پشتیه، قربانمو داد، گفت وقتی کارتون تموم میشه قرآن و پارچه و بقیه چیزهای دیگر رو جمع کنی بذاری تو اتاق. من یه مشکلی واسم پیش اومده، 1-2 ساعت میرم و برمیگردم. برو خیالت راحت. بفهم، حواستون به خونه باشه. دستتون در نکن. منم وقتی قربانم رو بهم گفت اول باور نکردم. ماه بی بی، می ترسم کار از دستمون در بره. اگه شریف بفهمه خدا فقط می دونه چه محشری به پا می شه. خب نباید بذاریم بفهم.
برای همین گفتم بیا اینجا که یه کاری بکنی. هرچی باشه شریف جوونه، نباید بذاریم کاری بکنه که ما یه پشیمونی بشه. شما که شریفو میشناسی، شاید از خودش بگذره، ولی از مهر پری نه، نمیگذره. چی شده طیبه؟ ننم طوری شده؟ ده حرف بزن، چی شده؟ پسر قربونمو میخواد بره خواستگاری مهرپری. قادر؟ شریف، اومدم خودم باشم و خودت که فقط حرف راست بشنوم. اگه سن و سالی ازم نگذشته بود، وقتی شنیدم می اومدم. کلی سبک سنگین کردم. دیدم از عهده شکم بر نمیام، اینه که اومدم. من میدونم پیروزم دلش پی دختر سلطان بوده. اومدم راستشو از دهن تو بشنوم. من سر سفره کربلای محمد بزرگ شدم. شاید خیال کنم راست اومدم، اما کج برسم. ولی کج گفتن رو یاد ندارم. شریف، وقتی پیروز من هول دادی، خیال دختر سلطان تو سرت بود؟ نه شریف، حتی اگه قسم خوردی دیگه دربارش صحبت نکنی، مرد باش و راستشو بگو، که اگه حقیقتو نگی تو رو میسپارم به خون پیروز. به خاک آقام نه. میدونی چی داری میگی؟ به قرآن نه. قرآن حق. یه زمانی به جان پیروز منم قسم می‌خوردی. شریف، یه چند وقتی میخوام بهت بگم تو عالم رفاقت یه کاری برام بکنی. تو
تو دست دست میکنی به رفاقت خودت چک داری یا مردونگی؟ من میخوام برام بری خواستگاری. میخوام برام بری خواستگاری دختر خالت. فقط همینقدر که بپرسی که راضی هست که بابا و اینا بریم خواستگاری، همین. فکر کن که تو بشی دنبال سلطان. چه کرکر خنده میشه، سلطان نمیذاره ندوق بکشی. فقط شریف میخوام این قضیه بین خودمون باشه، حتی اگه نشنیدی. باشه، غذا تو بخور بچه. دمت گرم. نمیپرسم چرا، ولی اگه باز خاطر اینه که نمیشناسیش، من عین داهاشت. من میشناسمش، عین داهاشم میشناسمش، هم خودشو میشناسم هم خانوادشو. نه، به خاطر این چیزا نیست. راستش تحصیل کردم هست، قهرمان کبدی دختر. چی میخوای دیگه؟ نمیدونم چطوری بگم. شما خودتون یه جوری بهش بگین، بگین بگین مهرپری دلش یه جای دیگه است. خب این یه بحث دیگه ایه. اگه این جوریه که من نمیذارم ایشکی دیگه پا پیش بذاره. رفاقت و برادریم با پیروز سر جاش، ولی اگه تو دلت نباشه شده تو روونم وامیستم تا تو به خواستت برسی. سلام برسون. فعلا خدافظ. خدافظ. شریف تو واسه من بیشتر از یه پسر خاله.
از اولش هم نباید بهت اعتماد میکردم.